بالاترین مقام نظامی ارتش آمریکا دیروز هشدار داد که یک تهاجم نظامی به ایران ممکن است بسیار بی‌ثبات کننده و حامل پیامدهای ناخواسته‌ای برای منطقه باشد، اما گفت آمریکا با این حال مشغول آماده سازی ارتش خود برای این احتمال است. دریادار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت این معتقد است که ایران در مسیری است که هدف استراتژیک ساختن سلاح‌های هسته‌ای را دارد و مدتی است که این هدف را دنبال می‌کند. وی ضمن سخنرانی در انستیتوت سیاست خاورمیانه نزدیک در واشنگتن گفت به نظر من نتیجه این وضع بالقوه یک نتیجه بسیار بی‌ثبات کننده است. از سوی دیگر هنگامی که مسئله حمله به ایران به ویژه مطرح باشد، این نیز یک پیامد بسیار بی‌ثبات کننده دارد. مولن گفت وی درباره پیامدهای ناخواسته هر دو سناریو نگران است و افزود آن بخش از دنیا ممکن است بسیار بی‌ثبات تر بشود که یک نتیجه خطرناک برای جهان است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز دستور داد یک رشته اقدامات به منظور پر کردن شکاف‌ها در نظام اطلاعاتی آمریکا انجام شود تا از کاستی‌هایی که ماه گذشته به یک مرد نیجریایی امکان داد با مواد منفجره وارد یک هواپیمای مسافری به مقصد آمریکا شود جلوگیری کند. اوباما با انتشار نتایج یک تحقیق داخلی در نقشه بمب‌گذاری روز کریسمس گفت گزارش‌های اطلاعاتی مربوط به تهدیدات باید بیشتر در میان سازمان‌ها توضیح شود. اوباما گفت به عنوان رئیس جمهور یک مسئولیت رسمی دارد که حافظ کشور و مردم آمریکا باشد و وقتی نظام کاستی داشته باشد من مسئول هستم. روز دوشنبه دولت آمریکا برای مسافرانی که به فرودگاه‌های آمریکا پرواز می‌کنند اقدامات امنیتی تازه‌ای را در پیش گرفت، از جمله بازرسی تصویری شدیدتر و الزامی برای افرادی که از 14 کشور که دارای خطر بالا پنداشته می‌شوند به آمریکا است. مقامات فدرال در نیویورک دیروز یک مشاور مدیریتی را به اتهام نقض ممنوعیت تجارت با ایران از طریق انجام امور نقل و انتقال بدون مجوز پول بازداشت کرد. محمود رضا بانکی 33 ساله به توطئه نقض تصویب نامه‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی و اقدام به ارسال بدون مجوز پول متهم شد. وی به خاطر تخلف از این تصویب نامه‌ها و قانون فدرالی که نقل و انتقال پول با ایران را ممنوع می‌سازد تا 20 سال زندان را پیش رو دارد. گفته شده است که وی به ارسال میلیون‌ها دلار پول نقد به ایران برای مشتریانش دست کم از ژانویه 2006 تا سپتامبر 2009 کمک کرده است.